توی این قسمت میریم سراغ نوت های لایه ها و ترکیب لایه ها. اد و لایتن تصویر رو یه مقدار روشن‌تر میکنن، مولتیپلای و دارکن تصویر رو تیره‌تر میکنن و دیفرنس تفاوت بین اون دو تا تصویره. به طور مثال شما اگر یک تصویری اینجا داشته باشید و یک تصویری اینجا داشته باشید، اد اون دوتا رو روشنایی هاشون رو به هم اضافه میکنه. به طور مثال من اگر یک نود کالر اینجا اضافه بکنم که حالا مثلا رنگش نارنجی پرتقالی باشه و این رو به نود اد وصل بکنم، و همونطور که قبلا خدمتتون گفتم این یکی پورت میشه تصویر ما، همونطور که شما میبینید تصویر رو روشن‌تر میکنه. اگر من الان کالر رو بایپاس کنم شما میبینید که تصویر روشن‌تر میشه. یعنی در واقع قسمت‌های روشن این تصویر اضافه میشن به این تصویر. لایتن یه تفاوت کوچیکی با اد داره و اون هم اینه که اجازه بدید من این تصویر رو، این رنگمون رو آبی کنم، نارنجی یه ذره شاید. لایتن قسمت‌های روشن این فایل رو با قسمت‌های تیره این فایل ترکیب می‌کنه. همونطور که شما می‌بینید جاهایی که تیره بوده تو این تصویر الان خیلی روشن شده، روشن‌تر شده در واقع. مولتیپلای عکس عمل اد رو انجام میده، تصویر رو، قسمت‌های تیره این تصویر رو به تصویر ما اضافه می‌کنه و نتیجتاً تصویر تارتر، معذرت می‌خوام، تیره‌تر میشه. دارکن عکس لایتن عمل می‌کنه، یعنی قسمت‌های تیره رو روشن می‌کنه، به جای معذرت می‌خوام، قسمت‌های روشن رو تیره می‌کنه. ما همینجا که توی لایتن دیدیم قسمت‌های تیره تصویر روشن شد، اینجا قسمت‌های روشن تصویر تیره میشن توسط ترکیب شدن با این رنگ، که میتونه حالا هر چیز دیگه باشه، میتونه این هر نودی باشه. به طور مثال میتونه یه دیوتون باشه. من به طور مثال اگر این دیوتون رو الان وصل بکنم به دارکن، شما می‌بینید که به این صورت اون دوتا رنگ، یعنی این تصویر ما اضافه میشه به این تصویر با این تفاصیل که قسمت‌های روشن این تصویر تیرگی‌های با تیرگی‌های این تصویر قاطی میشن. توی مولتیپلای هم شاید بعد نماشه این تاثیر رو ببینیم. همونطور که شما می‌بینید تصویر خیلی تیره‌تر میشه با توجه به اینکه تیرگی‌های رنگ‌های این تصویر هم توی تیرگی‌هاش تاثیر گذاشتن. اما دیفرنس یه نود خیلی عجیبه، تقابل دوتا رنگ، دوتا تصویره، یعنی تفاوت اون دوتاست. من اگه اینجا اینو به سورس وصل بکنم شما می‌بینید که رنگ آبی اینجا تبدیل میشه به رنگ زرد. چرا؟ چون زرد مکمل آبیه و تفاوت آبی با این تصویر به همچین شکلی تبدیل میشه. خب این هم از نوت های ترکیب لایه ها. فقط تنها نکته که میمونه اینه که شما احتمالا اگر با فتوشاپ کار کرده باشین قبلا با این عناوین آشنا بودید توی فتوشاپ، حالا یا تو خود فاینال کات.